جوانی روزی درست میشه بیگمان، حتی ماشین زمان. چی؟ ماشین ژیان؟ نه، ماشین زمان. دوریم مگه؟ برنامه یه افتاد محتوب خوش اومدی. سلام بچه های گل تو خونه، خوش اومدید به برنامه افتاد محتاب. با شما هستم با دوستای گلم، مثل همیشه آقای خانوم 95. منم سلام برگه ماه همه تو. همینطور دوستای دیگه ای داریم که با شما هستن در یک ساعت و نیم پیش رو. اول کدومو معرفی کنیم؟ 95 اول آفتابو صبح اول وقتی آفتاب میزنه. سلام آفتاب، حال شما چطوره؟ مهتاب جونم شما چطوری؟ گل من به 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 بچه های عزیز، شما هستیم یک ساعت و نیم زنده مستقیم با یه برنامه خیلی جالب و هیجان انگیز با یک موضوع خیلی قشنگ. ولی قبل از هر چیز میخوام به شما بگم که امروز هم مثل هر هفته میتونید شما تو برنامه شرکت کنید، زنگ بزنید. مسابقه های قشنگی داریم که برای شما آماده کردیم، شما میتونید تو شرکت کنید. و یا اگر حرفی دارید که به بچه های دیگه میخواید بزنید، یه نظری دارید، یه پیشنهادی دارید، یا اینکه چیزی که فکر میکنید درسته رو میخواید از طریق برنامه ما به بچه ها بگید، البته باید هم با موضوع برنامه باشه، میخواید به بچه ها بگید رو میتونید از طریق شماره تماسایی که زیر نویس خواهد شد میتونید زنگ بزنید به ما و زنده و مستقیم با ما صحبت کنید. فقط یادتون نره دوستای گل برنامه، وقتی که زنگ میزنید حتما لطفا صدای تلویزیوناتون رو کم کنید، فقط از طریق تلفن صحبت کنید، چون اگر این کارو نکنید ما نمیتونیم با هم صحبت کنیم و متاسفانه تماس شما رو از دست میدیم. حالا دیگه قطع میشه، بعد ما ناراحت میشیم. آره خیلی خوب. و اما گفتم موضوع خیلی جالبی داریم. موضوع امروز برنامه‌مون به حال و هوای این روزها خیلی ربط داره. عرض کنم که خیلی مربوط میشه به اینکه آدم خیلی درگیرن بچه‌ها باش در این من رفتم بای بای. نه بایستا برنامه جالبیه، خوبه، خیلی میخوایم مورد از اون برنامه‌هایی که مورد داریم که زیاد داره. خب خیلی خوب، بذار این دفعه برخلاف هر هفته به جای اینکه من 95 برنامه رو اعلام کنیم، بذار این دوتا دوست گلم بگن موضوع چیه. اول از مهتاب بپرسیم موضوع برنامه رو، لطفا بگو به بچه ها بدونن. اون شما و این دوربینه بچه ها. داره فکر میکنه بچه ها. در یعنی خداحافظی داری میکنی؟ بای بای میکنه. داری برفا کنه؟ نه؟ چیه؟ بای بای میری سفر. سفر میری. بای بای. گریه میکنی؟ تو جیب جا میشه؟ نه اون نه. چپ و را این خداحافظی که نمیکنه سفر. نه بای میشه؟ ولش کن. آقا من آفتاب جان شما بگو موضوع برنامه چیه. آفتاب جان شما بگو از دوست گلم آفتاب. اوه این چی؟ چی بود؟ ای شه میره و میاد. ها؟ میره و دنده عوض میکنی. راست میگه. دنده یک، بعد دو، سربالایی. خداحافظ. سفر. گریه میکنی دست با گرفتی داره. عجب گرفتاری شدیم ما. نه بابا آقا بگذاریم.
مهتاب یه بذار مهتاب دوباره توضیح بده، یه چیز یه جوری دیگه به ما متوجهمون کن، یه خانواده ای از نگرانی در بیار. ها آها آقای جزه بگو میشه حالا تکون بده. یه بار دیگه چی بود؟ من نهیدم. حالا تکون بده. آها تکون بده. تکون بده. زمین لرزه، خونه ها خراب میشه. زمین لرزه بلن اصلا ناامید شد رفت شد. چی؟ آها اومد گرفتم. ها بگم گرفتم. داره تی میزنه زمین تمیز میکنی. بله همینه خودشه. بچه های گل من موضوع برنامه رو همونطوری که بچه ها با نمایش نشون دادن درباره تمیز کردن خونه، گردگیری و البته به اسم معروف و زیبای خانه تکانی نوروزی. بله جان. من یه چی بگم؟ دو چی بگم؟ خونه رو چجوری باید تکون بدیم؟ تا چی بگو؟ پنج چی بگو؟ بگو آخه خونه رو باید چجوری باید تکون بدیم؟ آفرین اینجوری اینا زورشو دارن، اینا بنیهشون قویه میتونن. آها حالا میگه تکون بده. آفرین حالا تکون بده. البته اینا رباتن زورشون زیاد خونه رو تکون میدن اینجوری. آه ولی آدم ها معمولا خورد خورد خونه رو تکون میدن، یخچال تکون میدن، گاز تکون میدن، همه رو خورد خورد تکون میدن، کلا میشه خونه تکونی. آفرین امروز بیشتر راجع به این مسئله صحبت میکنیم که این خونه تکونی چیه، این چه داستانیه که هر دم عید میاد گریبان ما رو بگیره. برای همین میخواستم برم. برای همین میخواستم برم. بمون دیگه، این چطوریه که در خونه همه میخوابه، باید باش کنار بیاد راهشو پیدا کنی. راه شیری تمیز کنی دیگه، کمترین مصرف انرژی رو داشته باشه. الان وصل هایبریده، باید بدونی چجوری ذخیره انرژی کنی که چی نشی؟ خسته نشی. آفرین خسته نشی. عرض کنم که امروز به شما میگیم که خونه تکونی چجوریه، چه معضلاتی داره، مورد داریم هایی هم به شما میگیم که بهتره در این ایام ترتمیزی خونه ها و خونه تکونی ها حواستون بهش باشه. خیلی خوب بریم اولین میان برنامه‌مون رو ببینیم. موضوع رو گفتیم، بچه‌های عزیز شماره تلفن‌ها رو یادداشت کنید، ذخیره کنید، یه چند دقیقه طول می‌کشه تا برنامه رو ببینیم. همین توپول و کوپول اتفاقا اینا هم یه داستانی با همین خونه تکونی دارن. این تا میریم ببینیم شما شماره‌هامون رو بگیرید، برگشتیم شما پشت خط باشیم ببینم کی اولین شرکت کنند. این توپول و کوپول خودش یه چیزی تکون بده آخه. اینا اتفاقا یک تکونی میدن، اینا هم تکون میدن هم قل می‌خورن. بریم برای اولین میان برنامه اون یه دونه این حرکت ها بزنیم بره سوتش کنیم. بریم فقط این بری یا اون بری؟ اون بری. شما موافقی؟ این بری باش. بریم یک دو سه تکون بده. سلام بچه ها، قصه نباشید، خوبید؟ میبینم که حسابی دارید خونه تکونی میکنید، ترتمیز میکنید، برای عید آماده شید، درسته؟ تمیز میکنید دیگه، بچه جاروی هم میزه، قصه نباشید، قصه. فقط توپل جان، خسته نشی یه وقت شما، دنبال چیزی میگردی تو اون گوشی انقدر دقیق مشغولی؟ نه؟ بازی میکنی؟ گیم بازی میکنی؟ خب این اشتباهه دیگه. خب این بچه داره تمیز میکنه، زحمت میکشه، اون وقت نشستی داری گیم بازی میکنی شما؟ خب اینجا خونه تو هم هست عزیز من، تو هم به اندازه کوپل از تمیزی اینجا لذت میبری. خب حالا اشکال نداره دیگه، ناراحت نباش من بهت میگم چیکار کنی. آره چیکار کنی؟ خب کاری نداره که، شما باید عزیزم تقسیم کار کنی. آفرین تقسیم کار. شما مثلا کوپل شما برو آشپزخونه رو تمیز کن. آره برو شما توپل تو هم پاشو برو اتاقتون رو تمیز کن که حسابی به هم ریخته است. Thank you.
چی کار کردی شما الان؟ این چه کاریه کردین که خونه تمیز کردن نیست، فقط داری تمام گرد و خاک و آشغالا رو قایم میکنی، جارو میزنی میدی زیر صندلی؟ ای وای، این که نمیشه که. آره خیالم راحت به تمیز میکنم. باشه پس من نگران نباشم دیگه ها. باش پس من برم یه سری به توپل بزنم ببینم اون داره چی کار میکنه. آره من میرم آشپزخونه ببینم اون چه خبر اونجا. به به خسته نباشی. به به آدم کیف میکنه میبینه. به 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 چه کرده، همه جا برق میزنه. خسته نباشی عزیز من. به 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 آله تمیزه، عالیه عالیه. ببین همه جا تمیزه. یک، بیا بریم پیش کوپل ببینیم که اتاقو چی کار کرده، تمیزیه نه. بریم ببینیم. بعدم نیستا، آفرین، نه خوب تمیز کردی. آره آره تو هم خوش دیدی دیدی، من میدونستم خوب تمیز کنه. آفرین به ای یه خود نشونی گیری دونشده بابا. الان این دوستای گلمون هم دارن برای نوروز آماده میشن. آقا خسته نباشی، دست در نکنه. بس مرسی مرسی آقا، خسته نباشی، از شما درد نکنه اینا. نه نه قربونت برم، نه من که خب آدمم که من نزنی. عرض کنم بچه ها راجع به ترتمیز کردن نوروز بگم، این فصل زیبای ترتمیزی خونتکونی خیلی اتفاقا جالبی میفته. میفته؟ آره خیلی جالبه. این تاریخ و فصلیه که خیلی اشیاء گم شده پیدا میشه. آها پولای زیر فرش. آره مثلا یه چیزایی که مامان خونه یا بعضی دیگه از اعضای خونه قایم کرده بودن، بعد از مدت میگه ای من اینجا پول داشتم، یهو ببینید زیر فرش 2,000,000 در میاد. وح وح وح. چی شدی؟ ای گفتی؟ چی الان؟ ای گفتی؟ اونجا رو تمیز کنی؟ یعنی خاکه؟ آه دانشون رو چقدر خاک داره. حالا اینقدر هم دیگه وسواسی بازی خوب نیست دیگه. حالا میگیم میرسیم اونا. آقا در مورد داشتیم بچه در همین خونه تکونی، در ایام خانه تکانی مواد غذایی خوراکی پیدا شده مال 10 ماه پیش. یعنی سنجابا اگه برن یه جای یه چیز قایم کنن، بعد از 3-4 ماه دیگه میرن میخورنش. ولی آدم بعضی وقتا یه چیزا یه جا قایم میکنه، یادش میره، میمونه، مثلا دم عید در میاد. مثلا تو فریزر. تو فریزر، تو گنجه، تو کمد، لا رخت خواب، زیر تخت. مورد داشتیم که داریم میگیم فواشک هایی پیدا شده است در این تباریخ. جانم زیر این فرشو بگردی. نه ما زیر فرشمون چیزی نداریم. دیگه نبا. هر هفته زیر فرشو تمیز میکنیم. اه شما تمیز میکنی؟ بله. آفرین به شما. ما که ندیدیم، ولی کلا ما اونقدی نداریم که زیر فرش بذاریم. هر چی میاد همینجوری خودش میره. آره این زیر فرش گذاشتن هم یه ایده قدیمی بوده که استفاده میکردن، میذاشتن پولاشون زیر فرش. آره یه روش خاصیه دیگه بابا. آره خودش یه گنجینه ای بوده. آره پشتوانه مثلا تا موزه ملی مثلا تو موتکا بوده، جواهراتی توش بوده، مثلا مال موزه لوور پاریس. جان موزه لوور پاریس. موزه لوور پاریس اون هم میشه. جانم چی؟ یه پاتو تمیز میکنه؟ خیلی دیگه تمیزه. نه زیر پا شنیده بودیم علف در میاد، پول که در نمیاد. اگه بود که من دیگه خودم خیلی دیگه این کارو نداریم از اینا. آره عرض کنم که آره یه چیز دیگه هم که هست، بعضیا خیلی وسواسی اند در زمانه. وای 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 وای. یک جاهایی رو میرن میشورن میسابن در این ایام، که یعنی شما در کل سال شانس دیدنش رو پیدا نمی کنید. من یه چیزی تو اینترنت دیدم. چی دیدی؟ خانم شیلنگ گرفته بودش کابینت ها رو میشست. که چی؟ من با این دوتا چشام دیدم خانم شیلنگ گرفته بودش کامپیوتر میشست. باور کن. آره تلویزیونم دیدم. آره بعد میگفتش که پسرم گفته ویروسی شده. گوش بده میگه پسرم گفته ویروسی شده.
ویروسی شده. بهش آنتیبیوتیک میده. آره دارم میشورم ویروساش بره. این دست درد نکنه. نه نه این دیگه به درد نمیخوره با. دیگه هیچ دیگه این کار. خوب نیست ها. خوب نیست که ما وسواس داشته باشیم تو تمیز کردن. تمیز کردن و خونتکونی خوبه ولی وسواس زیادی خوبه. آخه کی میره تو شیلنگو میشوره؟ همینه به تمیز بیاد. بوی شیلنگ عزیز دلم اینا دیگه لازم نیست. مثلا مورد داشتیم. مورد داشتیم که مثلا مامان مهربون گفته عزیزم بیاد این گازو بلند کن من زیرش تمیز کنم. زیرش تمیز کرد میگه یکم بالاتر من از اون زیر بدم اون داخلش اونجا یه تار عنکبوتی هست. بابا این کمر این بچه شکست. آره دیگه خوب نیست که بابا جرثقیل باید اینو بلند کنه. نکنین این کارا رو. بابا گفتن تکون بده ولی نگفتن که دیگه اونجوری تکون بده. دیگه خون تکونی دیگه نباید کلا خونه بترکونی که نیستش. خون تکونیه. حالا اینم یه مدلشه که وسواس هم خوب نیست. اینی که تمیز بکنیم به پیشواز نوروز بریم همه جا تمیز باشه گردهای نباشه برق بزنه خوب است ولی وسواس زیادی خوب نیست. نیست. نیست است. آره این آقای لقمانی ما هم اتفاقا به همین درد سر دوچار شد. حالا شما شاید بگید که خودش خیلی سنی زیاده. مامانش که نمیاد خونه تمیز کنه مثلا کمک کنه. بله. بنده خودم یه خواهری داره که خیلی به این نظافت خیلی به شکل خیلی کشنده ای علاقمنده. یعنی همینجوری راه میره داره ضد عفونی میکنه میره. وای وای وای. آره همینجوری همه جا چای نمیخوره خونه کسی. غذا نمیخوره خونه کسی. میره. دستگیره میخواد در رو واکنه این دستمال مرطوبا میزنه دستگیره جراحی میپوشه بعد آنتی باکتریال میزنه بعد در رو وا میکنه بعد میره. این جوری است. اینا بیشتر از هر کسی خودشون اذیت میکنن و اطرافیانشون. آره دیگه آدم فکر کنه خودش کثیفه. آره آدم بهش ور میخوره اصلا. آره آقای لقمانی هم از ترس این خواهرش از دو هفته پیش شروع کرده بوده به خون تکونی ترتمیز کردن که این میخواست بیاد خونش رو تمیز باشه. و جالب اینجاست که دیدی اینا که یکم سنشون بالاست خیلی عجله دارن مثلا میخوام برم مهمونی مثلا شب خونه دعوتن جان. آره نه نه شب خونه دعوتن یه جایی میخوام برن از صبح ساعت 6 لباس پوشیده نشستن رو مبل که مثلا آره دیدم آخو لقمانی هم همینجوریه. آخو لقمانی هم همینجوریه. اتفاقا الانم رفته آماده شده برای نوروز از الان هفسینش هم چیده. یا اصلا که هنوز هفسینشون نشیدن هنوز منتظرن که این سبزه از یه جوونه تبدیل به سبزه بشه ولی ایشون آره هفسینش هم چیده آماده منتظر نوروزه. بریم با هم آقا لقمانی رو ببینیم. بریم بریم, ببینیم آقا لقمانی اومدیم ماجراهای در بیاریم ماجراهای آقای لقمانی ماجراهای آقای لقمانی و خواهر عزیزش چیه. بریم کفشمونو در بیاریم جان. خوراک کسی دیگه بابا رفته دیگه میره آقای لقمانی خودش. آقا لقمانی اومد سم اومد بهار شاد و خندون یه عالم گل و سبز فراوون خدا جونم برای ما سلام بیج بده به 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 سلام بچه های گل تو خونه عزیزای دلم خوبی بابا جان سلامتی خوش میگذره خب خدا رو شکر خدا رو شکر میبینم که شما هم آماده و حاضرید تا به پیشواز عید نوروز برید بهار داره میاد به 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 منم که میبینید سفره هفت‌سینم اونجا چیدم خیلی هم قشنگ وسایل پذیرایی مهیا کردم ولی قبلش بچه ها جون چی داشتم میگفتم قبلش هم یه کارهای دیگه کردم بله رفتم خونتکونی کردم تمیز کردم ولی یکی دیگه از چیزهایی که عید نوروز داره خیلی خوبه میخواستم بهتون بگم اینه که خیلی ها به هم کمک میکنن به هم میرن دید و بازدید هم همدیگر رو میبینن از نزدیک ممکنه خیلی روزگار طولانی باشه که همدیگر ندیدن سعی میکنن عید نوروز که میشه حتما برن دید و بازدید و نوروزی رو انجام بدن. منم گفتم خون تکونی کردم تمیز کردم بله ولی بله چی داشتم میگفتم داشتم میگفتم خون تکونی کردم ولی من یه خواهری دارم
که قراره بیاد پیش من مهمونی منو ببینه. بعد از یه چند وقتی که ندیدمش از شهرستان میخواد بیاد من ببینه. گفتم خون تکونی کردم، بیشتر ترتمیزی که انجام دادم به خاطر اونه. میدونی چرا؟ خیلی وسواسیه، اصلا تمیز کردن من قبول نداره. آره، میخواد بیاد بهم کمک کنه خونه رو ترتمیز کنیم. من هر چی شستم و رفتم و سابیدم باز قبول نداره. حالا قراره بیاد که به من کمک کنه. الان دیگه منتظرشم، دیگه الان هست که برسه. بله، چی داشتم میگفتم؟ آه زنگ میزنن. بله بله، بفرمایید. در بازه، بفرمایید داخل. بله بله. سلام. به به به، سلام سلام، خیلی خوش اومدی. سلام آوردی، بفهم این چیه برداشتی آوردی؟ ای بابا، این چیه با خودت آوردی خوهر؟ بشین بشین، خلا کمر درد گرفت، خسته شدی. بفرمو بشین، بفرمو. خیلی کمرم. بله بله، خواهش میکنم، خواهش میکنم. بفرمو حالا گلو تو تازه کن. من میدونستم شما از راه میرسی خسته ای، برات 5 چای ریختم گذاشتم. بله بفرمایید، بخورید. بله بله بله، خیلی خوش اومدید. از این شیرین نخوچی ها بخور، از این شیرین آجیل بفرم. بله چی بعد خونه زندگی درست کردی؟ همه گرد خاکی کسی بابا، من تمیز کردم دیگه. چیه خوی دیگه؟ چیه؟ چه بعد تمیزه؟ همه چی کسی بیه؟ تمیزه ها، باور کن. خوبه اینقدر هم دیگه وست باش داشته باش. ببین کمر درد گرفتی شما به خاطر همینه که اینقدر اذیت کردی خودتو. همیزه دیگه، خوبه. باشه، چشم. باید تمیز کنی با من. چشم. دوباره تمیز میکنی. بله دیگه، چشم دیگه. چی داشتم میگفتم؟ داشتی میگفتی به من کمک میکنی دوباره همه تا رو بله، چشم. پس من به شما کمک میکنم که دوباره همه خونه رو تمیز کنیم. بله، چشم. شما بفرمایید حالا یه دهنی تازه کنید، یه گلوی تازه کنید، یه میوه نمیخورید؟ بابا شستم. خوب شستم، همه ظرفا تمیزه. عجب. بله دیگه بچه ها، بعضی شما مشغول باشید. حالا هوا که میخوری؟ هوا که تمیزه دیگه، یه هوایی بخور تا من با بچه های صحبت کنم. بچه ها رو دیگه اینجا، بچه ها اینا همیشه من از تو خونه میدیدم با اینا صحبت میکنم. بله 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 بله، بچه ها بله. بچه ها جو، آره دشی داشتم میگفتم. داشتی میگفتی که باید خونه رو تمیز کنیم دوباره. خیلی خوبه که آدم ترتمیز باشه، همه جا رو نظافت کنه، بخصوص برای ای. ولی دیگه وسواسی اضافه هم خوب نیست دیگه، آدم خودش اذیت کنه بقیه رو. نه نه، با شما نبودم، شما بفرمایید. نه خواهش میکنم. بچه ها جون، مراقب خودتون باشید، به خداوند میسپارمتون. تا یک روز دیگه ببینمتون، امیدوارم که همیشه مثل همیشه حالتون خوب و خوش سلامت باشه. بله، خدا نگهدار شما. خب چه خبر؟ خوبی شما، راحت اومدی؟ راحت اومدم. بله. من این همه بهتون نصیحت کردم، تمیز کن خونه زندگیتو. بفرمایید بفرمایید. بس من برم دوباره برای شما یه چای دیگه بریزم. خوب بشونی یا خوب بشونی سیگانا. خدا نگهدار، خدا نگهدار. نه بابا، اونو نباید، اون چی؟ اون نه، اون نیم، اون بابا، اون مواد شیمیایی نده. نه نکن، اون درخت خراب میشه. آقای مهتاب جان، قربون شکلت برم، اون مواد شیمیایی درسته که مایه از فیس فیس میکنه، فیس فیس میزنه، ولی آب که نیستش که. اونو بدی به گلا، آره مال شیشه پاک کردنه. به گلا اینا رو بزنی چی میشه؟ گلا خراب میشه، میشه از بین میره اصلا. آفرین، از بین میره. من ندیدم تا حالا کسی خورشید رو پاک کنه، ولی امتحان کن شاید جواب داد. آخه خورشید ماهو میخواد. آقا بیام بگذریم از خونمون رو تمیز کنیم. حالا چیکار به خورشید ما داریم آقا جون من؟ آره دیگه، آره. بابا خونه تکونی گفتن. خورشید تکونی که نگفتن. دقیقاً دقیقاً، اتفاقا الان داشتم همین فکر می‌کردم. ما این در همین موقع خون تکونی ها میشه، میام یک زوایایی از خونمون رو می‌بینیم که در هیچ وقت دیگه سال نمی‌بینیم.
یک گوشه هایی رو سر میزنیم که هیچ وقت دیگه نمیبینیم. مثلا ته انباری یه دریچه هست که مثلا باز بشه رو به یه چی، اونجا رو باید بریم مثلا تمیز کنیم شب عیده، بعد درشو میبندیم سال دیگه دوباره اسفند ما میریم درشو باز میکنیم که اونجا رو باز تمیز کنیم. این حالا فلسفه چیه که اون باید اونجا تمیز بشه؟ این خیلی از دانشمندا هنوز سرش اختلاف نظر داره. اختلاف نظر داستان چیه واقعا؟ به قول معروف رو چه حساب؟ ما دورم آفرین. رو چه حسابی آخه؟ شما فکر میکنین که کمک کردن به پدر مادر در این موقعی که میخوان خونه رو تمیز کنن و اینا کار خوبی است یا کار بسیار سخت و دشواری است؟ باید کمرش درد گرفت. ببین نداشتیم ها، رفت روغنکاری نداشتیم ها، زنگ میزنی کار داری براش مشکل میزنی، تلفن زنگ خود رفت نداریم ها. اینا الان در این مورد بهش میگن که به قول معروف پیچاندن از زیر کار در رو. اینا پیچوندن رفتن و این کار اشتباهیه. بچه نه ببین اینا رو که گفتیم، حالا ما یه ذره به شوخی گرفتیم، ولی این کار جان تو گوشش داری میریزی میچسبه روغن نیستش گه. الان میچسبه دیگه. آفرین. الان گوشش چیز میشه، پر میشه. عرض کنم که کار خوبیه، باید کمک بکنیم. حالا گفتین که مثلا خیلی دیگه وسواسی بودن خوب نیست، ولی بالاخره خیلی سنت خوب و قشنگه که وقتی که نوروز داره میاد، بهار داره میاد، سال عوض میشه، فصل عوض میشه، از زمستون و سرما و به اصطلاح این خوش شدن طبیعت داریم خارج میشیم، میریم به طرف شکوفایی جدید. به خونه و اتاق و زندگی رو همه رو ترتمیز کنیم، همه جا برق بزنه. مثلا تو زمستون خیلی وقت نمیشه خیلی از نظافت‌ها رو انجام داد. مثلا معمولا خیلی از شهرها یا مناطق مثلا نمیتونن تو زمستون برن فرششون رو بشورن، چون آفتابی نمیاد که خوش بشه. مثلا خیلی از لاک تشکا رو بریزن بشورن، یا لباس زمستونی ها که معمولا آدم خیلی زیاد میپوشه، گت کلوفته اینا رو بعد بذارن تو آفتاب خوش بشه، امکان وجود نداره. وقتی که بهار میاد این کار جانم. شنا کنیم جان؟ گشنته؟ نه البته. نه یه ذره میشه واضح تر توضیح بدی؟ از درون دلت، از اعماق تهت. خب باشه برقصیم، آهنگ بذاری برقصیم، آهنگ بذاری برقصیم. لا باید تر خودمون رو تمیز کنیم. آها میگه که فقط نباید خونه رو تمیز کنیم، باید قلبمون هم تمیز کنیم، دلمون هم تمیز کنیم. منظورتون کینه ها و بدی ها و ایناست. آفرین. این ربات ها معمولا در این مواقع میان ریسی تو فکتوری میکنن، کلا میرن تو سیستم اول کارخونه. جانم میگه بهش میگن دل تکونی. دل تکونی؟ دیگه دل تکونی تکونی نشیده بودم تو. حالا تکون بده دل تکون بده. آره آره این دل تکونی هم خیلی خوبه، باید حتما انجام بدی. آفرین. باید اینا رو انجام بدیم، ولی این زیاده روی در این کار خیلی بده. این مورد داریم هامون ادامه داره که چه اتفاقاتی در این موقع خونتکونیا پیش میفته. بچه‌های عزیز شماره تلفن هامون همچنان هستش، شما میتونید به اونها زنگ بزنید، زیرنویس میشه و شرکت کننده مسابقه ما باشید. میبینم که تلگرام با پیام‌های بسیار زیادی مزین شده. شما بچه‌های عزیز خیلی پیغام فرستادید، مثل پریا خانم که گفته داره کمک مامانش میکنه تو خونه تکونی. همین الان آفرین. یه دوست دیگه هست، آفرین، اتفاقا تولد داریم، نوشته سلام عمو پندار، امروز 13 اسفند تولد آیسودا هست، یه تولد مبارک واسش بخونه سورپرایز بشه. موافقی تولد مبارک بخونه واسه آیسودا؟ تولدت مبارک، تولدت مبارک، تموم شد. آیسودا تولدت مبارک. بچه همه دست دست. آفرین. اتفاقا یه آهنگ خیلی قشنگ میخوایم واسه آیسودا و بقیه بچه‌ای که تولدشون رو پخش کنیم، یه آهنگ سلام سلامه که سلام بگیم به همه بچه‌هایی که در ماه اسفند به دنیا اومدن، هفته پیش، الان و هفته آینده. چه شود؟ آهنگ هم داره بلسیم؟ آهنگ هم میذاریم بلسیم. و من کوکمن
هستم. یه تولد آفر، یه تولد دیگه هم داریم بچه ها. تولد محمد طه است از علی گودرز. براش یه موزیک پخش کنید. میبوسمتون. آره اتفاقا میگه همین بعد از اونم تولدشه. تولد مبارک عزیز دلم. این آهنگ یه تولد کوچولو هم واسه این بخونیم باشه. یه دو سه محمد طه. مبارک 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 تولدت مبارک. مهسا و امیر عزیز از شیراز، خیلی دوستتون داریم بچه ها. خیلی خوب، من فکر کنم دیگه بریم این آهنگ سلام سلام خیلی خوشگل رو تقدیم بکنیم به همه بچه‌ای که تولدشونه. اسمایی که واسمون فرستادی خیلی زیاده بچه ها، ولی متاسفانه خب همه رو در حین برنامه نمیتونم بخونم، ولی قول میدم هفته آینده بنویسیم روی اون صفحه که با اسما با رنگ قرمز خوشگل نوشته شده و میاد میره اسما رو میخونم، همه رو بخونم. این هفتم اسمای بچه‌ای که در طول هفته با ما در ارتباط بودن رو میخونم، منتظرش باشین. پس بریم با هم آهنگ خوشگل بذاریم که بنسیم. بریم با شماره یک دو سه تکون بده. سرا دخترا سلام به دشت پرگل سوسن و سر و سنبول همش میگم شکر خدا پیوسته میکنم دعا خلق کرده کلی نعمت خدای با محبت بچه ایران تاجیک و کرد و افغان باشی همیشه خندان چون گلهای گلستان بابای آسمانی که خالق جهانی کمک بکن به دوستم به امید تو هستم تاجیک و کرد و افغان باشی همیشه خندان چون گلهای گلستان بابای آسمانی که خالق جهانی کمک بکن به دوستم به امید تو هستم دقت کنید و حواستون باشه اینایی که داریم باش کار میکنید تیز نظافت شخصی خیلی مهمه ولی با ابزار درست دیده شده با کلید تو گوششون تمیز با سویچ ماشین رفت عطسه بود نکن عزیز من تو آچار
ده هیوده دو سر یه سر رینگی یه سر تخت آوردی بریم تو گوش من دوباره چی بردیم لای موانتو نگاه میکنه چیه؟ چی بود؟ بود؟ موی سفید؟ چی پیش ندارم من عزیزم بوده موی سفید بود؟ آیز نگو خب آره میرم کوتاه میکنم ولی این جگوشون رو ندارم نه نه موی سفید بود آمورد میگه آمبرده است آورده بالا سر من دنبال چی میگردی بیا برو بعدا جم جم پندار جون چی میشه؟ حواست باشه دیگه میکوبه روش چی میشه؟ پندار جونم جان دلم حواست باشه ببین موی سفیدتو نکنن زیاد میشه من موی سفید ندارم که نداری؟ نه جوانی؟ آره ما آفرین بابا آره بابا بگو ببینم شما چه خبر؟ من آره سلامتی شو آره شما هم خونه تکونی میکنی تو کره خودتون؟ ترتمیز میکنی؟ عرضم به حضورتون که خوب شب بابام به من یه مسیجی داد اسمس داده اسمس؟ آره اسمس داد خوب گفتش که کرمی های اینجا میخوایی سفینه رو تمیز کنیم آه سفینه؟ سفینه رو تمیز کنیم؟ سفینه؟ بابا کرمی های مادر دستن رو نمیتونه که گفتم برنامه همون تموم بشه سه سود موشکی میام آفرین چی دیگه حالا بعد از برنامه باید برم سفینه رو تمیز کنم آفرین دیگه همینه شیشه رایت ندارم از این شیشه پاکونه ندارم و با خودم ببرم از این شیشه پاکونه نداری؟ نه ندارم ببر سر را بخر ببر من چیکار میکنم اونجا؟ نمیدونم اینو درگیرم با هم تو ببین چیکار میکنم اینو من به تو میسپارم من آها من لباساشون رو تمیز میکنم خاک لباسا رو میگیرن اینا ناز میکنن ناز میکنن آره نا اه اه ها این نزنیش نزنیش بچه یه چیز دیگه که بگم خیلی به یاد موندنی و خاطر انگیز این روزهای خانه تکانی و نزدیکی به نوروز چرا که بچه ها خیلی وقتا اولین تجربه اقتصادی خودشون رو به صلاح اینجا تجربه میکنن آفرین بار کنترلات برمیدارن از مامانشون گفتی آره گفتی. جانم مانی مانی نه دیگه نه کار نکرد دیگه میگم بعد تی زدی؟ تمیز کرده دیگه نه دیگه تمیز نکردی که حالا عرض میکنم خدمتون نه 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 بمون اونجا عزیزم من چرا زور میگی؟ نه زور میگیرن از آدم اینا میان اولین تجربه اقتصادیشون رو برمیدارن میان کار کنترات میگیرن مثلا مامانه میاد میگه که عزیز دلم گل پسرم دختر گلم بیا شما مثلا این شیشه ها رو پاک کن من مثلا 1000 تومن بهت میدم بابا الان 1000 تومن که آدم سم نمیدن مثلا من چیه میدونم مثلا 10000 تومان میدن 100000 تومان میدن آقا شما 1 تومان بگیر هر چقدر میخندین شما اصلا میدونم آدم چیه شما چرا میخند اولین تجربه اقتصادی خودشونو میان انجام میدن و میان کنترات کار برمیدارن در مواردی دیده شده که بچه های عزیز اتفاقا اولین تجربه حقوقی خودشونم انجام میدن چطور؟ چطور؟ یک سر قرار داد که معمولا مادر عزیز خونه باشه میاد و این قراردادشو فسخ میکنه بعد از انجام کار آره میاد حقوق نمیده؟ من خودم موردشو داشتم دیدم اصلا همیشه موردی بوده که هنوزم بعد از گذشت 20 سال این پرونده هنوز بازه یک مادر عزیزی گفته بیا این فرش رو تو این پاروها بکش خوش بشه 50 تومن بهت میدم 50 تومن اون موقع هنوز نداده نه هنوز بده کاره این بعد این پرونده این بده اون 50 تومن چقدر میشه تو الان آره چیه من نگفتم که نگفتم بیا پول اول نه که بابا بدری یه کمک کنی به مامانت مثلا بگی آقا مثلا من اینجا رو میز جمع کردم مثلا اتاقمو تمیز کردم فلان قد پول بده نه اینو مامانا معمولا میان اینو به مزایده میذارن مثلا اعلام میکنن میگن اگر این کار انجام بدی مثلا یه پولی بهت میدم نه باید بگن نه دیگه این معمولا بچه‌ها رو تشویق میکنن به این کار این البته میگم ما اینو تبلیغ نمیکنیم که حتما باید واسه پول کار بکنی نه به هیچ عنوان ولی بعضی وقتا مثلا محبت میکنن و میخوان این انگیزه رو ایجاد بکنن و اینکه تجربه ای که در ازای انجام یه کاری یه پولی رو دریافت کنی که در آینده اجتماع به دردتون میخوره تجربه کنن بله اون بعد اون آره میشه. آره این قضیه حقوقی هم باید بهتون بگم میان آقا جان این یکی از اعضای خانواده مبلغ مورد نظر رو پرداخت نمیکنه و این کودک نام برده شکایتش رو به نزد دیگر اعضای خانواده میبره مثل پدر
پدر، پدر بزرگ یا بقیه میگه آقا جان اینا پول من نمیدن، من کار کردم، زحمت کشیدم، عرق ریختم، پول من نمیدن. پول منو بدید. شفا کردم. پول منو بدید. قرار شستم. آن شفا کردم، فرش شستم. شفا کردم، فرش شستم، پولش ندادن. آخ آخ آخ. اینم یه موردیه که اتفاق میفته متاسفانه، خیلی هم اصلا خوب نیست. اصلا من باشم یه چیکار کنم؟ من میگم خب هر کی اینجا تمیز بکنه مثلا براش یه شام خوب درست میکنم. شام خوبه که همه مامانا درست میکنن همیشه. نه بابا تو خونه تکونی من وقت نمیکنه. از این موارد زیاد داریم ها بچه ها، نگران نباشید، در ادامه برنامه حتما بهتون میگم، ولی الان میخوایم بریم یک بخش خیلی مهم از برنامه رو ببینیم. همه همون دوستش داریم. یک قسمت از برنامه که روی ماه شما بچه هاست، ویدیوهایی که شما بچه ها واسه همون فرستادید و از طریق همین تلگرام ما به دستمون رسیده. شماره تلگرام همش در طول برنامه زیرنویس میشه و اگرم تا حالا فرصت نکردید که ذخیره کنید یا اینکه یادداشت کنید، وقتی ویدیوها داره پخش میشه همون کنار و گوشه و این برنامه‌اش نوشته شده که شماره تلگرام جهت دریافت ویدیوها کدومه. اونا رو حتما یادداشت کنید، ویدیوهای خوب و قشنگتون رو به همین شماره بفرستید. اما داره. اما چی؟ شما داشتی کاراتو بازی میکردین؟ نه نه داشتم بچه نزنین هم دیگر رو. آره دوست باشیم با هم. اما اینکه وقتی دارید تصویر میگیرید لطفاً ویدیوهاتون اینطوری اصلا اگه این تلفنتونه اینجوری ویدیو نگیرید، اینجوری لطف کنید بگیرید، خیلی مثلا این منور نرید. من دیدم یک حرکتایی میزنن که تو هیچ فیلم اکشنی نیست، مثلا آره دیگه، مثلا مامان یا بابای بچه دارن از فیلم میگیرن یهو میرن اون ور یهو میان این ور. نه خیلی ملایم باشید. آره ریلکس، آرام آرامه از این اینجوری بگیرید، بعد بیشتر از یه دقیقه نباشه خیلی بهتره. و اگر دارید شعری میخونید، سرودی میخونید یا حرف خاصی میزنید، لطفاً عزیزای من به دوربین نزدیک باشن بچه‌ها که صداشون خوب ضبط بشه. مثلا در فاصله 2 کیلومتری مثلا بچه وایساده داره شعر میخونه، بعد یه موتور هم داره میره، پیک موتوری اونم داره میره، اتوبوس شرکت وایدم اونجا داره دندر 4x3 میکشه، یعنی یک وضعی. اینا صداش نمیاد دیگه. اینو دقت بکنید، شماره تلگرام اونم که هست 2035796353541 که وقتی که تصویرها پخش میشه میبینید. ویدیوهاتون رو به ما بفرستید و ما چیکار میکنیم؟ ما اونا رو پخش میکنیم. قبلش یه کار مهم میکنیم. قبل آفرین. قبل از اینکه پخش کنیم حتما به شما اعلام میکنیم که چه روزی و در چه برنامه‌ای دقیقا تاریخش رو بهتون میگیم که پخش میشه و از شما اجازه پخشش رو میگیریم. پس اگر ویدیو یا عکس فرستادید و هنوز پیامی از ما دریافت نکردید، نگران نباشید، حتما به شما پیام میدیم و میگیم که دقیقا در چه تاریخی پخش میشه. من چند حرف زدم جانم؟ جان دلم. پول بهت بدم؟ چقدر میخواد؟ 10. در مقابل کار پول میخوای؟ نه ببری بندازی دور. آ سه تا اینه، 10 تا دادیم آوردیم گذاشتیم اینجا، میخوای ببر بندازی دور؟ نه نمره مسابقه است. آقا شما بریم ببینیم بچه‌ها، بریم ببینیم چی بریم ببینیم چیه. خوب نیست، زیرشو بلند کنیم تمیز کنیم. آفرین. هم بریم بالا با هم دیگه، میکنم دعا عمر زیاد به دل خدا، هم به بابا هم به ماما، خدا که ما را دوست داره دعا همونا قبول داره، چشم میندازیم به آسمون میگیم خدای مهربون، قصر از ما دور کن دعا همونا قبول کن، افتم ادب خیلی خیلی ستر، ام پندر خیلی خیلی ستر.
ای کودکان، ای کودکان، اومد بهاران، خورشید شادی سر زده از خاک ایران، رویده بر لبای ما برای لبخند، اتون بیا با ما بگو شکر خداوند. جان شما باید هموم بری ها. آها اونجا همه جا، اینجا اونجا همه جا تمیز کنم. چه شاید آقا جینو من یه کارهایی هست که هموم فقط تمیز میشه. چیه اسپری میزنی جان؟ من چیاره احساس خوبی دارم ها. آفرین چی بودون؟ رفت فریدی اینا آفرین چیه؟ ای بچه باید تمیز، بعضی وقتا باید هموم رفت با مثلا اسپری خوشبو کننده اینا کار بعضی ها قابل توجه، بعضی راه نمیافته. بعد برن عجیب من بودم. نه مثلا گفتم مورد داشتیم که اینطوری بوده دیگه. بله
آقا بچه ها دیدیم که رفتیم، ویدیوهای بچه ها رو دیدیم، چقدر خوب و قشنگ بود، چقدر خوشگل بود، چقدر قشنگ بود. بعضیشون شعرهای خوشگل خونده بودن، اون کوچولویی که داشت میخندید، تولد داشتیم، به به، خیلی هم خوب. اتفاقا اون پسره که گیتار میزد تاها، اسمش تاها جونه، خیلی قشنگ بود. آره به 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 به، فاطمه کوچولو گفته بچه ها خیلی دوستتون دارم، به همه سلام رسونده. ما دوستت داریم پا. به به، امروز تولد منم هست. ای گفتی اسمش چیه؟ تولدت مبارک. من نه، این پیغام باشه. تولدت آریان عزیز، تولد تو هم مبارک باشه. تولد، تولدت مبارک، تولدت مبارک. آریان جون تولدت هم مبارک باشه. هر کسی که تولدشه میتونه واسمون بنویسه، یا الان پخش میکنیم سرود تولد، یا میذاریم هفته دیگه حتما اعلام میکنیم. بچه های عزیز، مرسی از تمام ویدیوهایی که فرستادید. پدر مادرای گل و مهربون لطف کردید واقعا، که چقدر ویدیوهای خوبی رو سر فرصت گرفتید واسمون فرستادید با این وضعیت اینترنت، باور کنید. آره دستتون درد نکنه، دستشون درد نکنه، دستشون. خب اینا الان شعبده بازی میکنی؟ نی آفرین، ما چی ندیم؟ ببین چه هنرمندای ما تحویل جامعه دادی. ببین یه روباتی بیش نبود، الان میاد کلاه خرگوش در میاره، آکروبات بازی میکنه. ببین یه کارهای تو هم هنری داری؟ پانتومیم میکنه. آها بعدن بعدن آجه. بچه ها میخوام با هم دیگه بریم همون شماره تلگرام. دوتا کار دیگه هم انجام میده، یکی پیغام های شماست که قبلا گفتیم، یکی ویدیوهای شماست که قبلا دیدیم. یه کار خیلی خوب دیگه که میکنه این شماره تلگرام، عکسای شما مهربونا رو به دست ما میرسونه. خیلی دوستتون داریم و واقعا تشکر میکنیم به خاطر اینکه انقدر با ما خوبید و مهربونید که این همه عکس بسیار فراوان میفرستید. عکسای شما آماده پخشه، میخوایم با هم ببینیم. یه توضیح خیلی کوچولو بدم. آره یه اینکه تکراری ولی اشکال نداره، بازم میگم عکسای شما رو در دو تا ویدیو پخش میکنیم. اگر عکس خودتون رو تو این قسمت اولش ندیدین، چون خیلی زیاده نمیتونیم همه رو با هم پخش کنیم، زمانش اجازه نمیده. اگر تو این قسمت اول عکس خودتون رو ندیدید، نگران نباشید، قسمت دومش هم در طول برنامه حتما پخش میکنیم. حالا خودتون رو ناراحت نکنید، قسمت بعدی هم هست. بچه ها حالا این دفعه من میخوام ببینم شما میتونید رو پای خودتون واسین برید کنار هم بایستید. لطفا یه دونه اون یک دو سه رو تنها بزنیم ببینم میشه. ها بیا من میشمارم شما برید، قبوله؟ آقا کدوم بری؟ اینا نه دیگه بچه، این بری، این بری، این بری، باش بریم. آماده؟ یک، نشد که بابا هماهنگ. ببین یه دفعه من بعد بالا سر دو. یک دو آقا سه دیگه بریم بریم سه بریم سه بریم سه
من دارم میبینم بچه داره چیز میکنه شعبد بازی میخواد بکنه حرکات جانگوله خب آره تو آستین خب اوکی بله نیست آقا بله خب ها او نه بابا حرکت هایی بلدن اینا هرشی هسته نباشی جانا های کاری کردی با بیا او خرشی خود از من آقا جان من که نگفتم که شما زوری که نمیشه که من از شما حرکات جانگولر خواستم من از شما تفریحات سرگرمی خواستم خودشون اومدن این کار انجام دادن اتفاقا تو تعطیلات عید نزدیکی بچه از این تمرین ها انجام بدین میرین مهمونی این سرگرمی ها انجام بدین من اتفاقا خودم دوتا دوست دارم این حرکت ها میزنن نمیدونم این کار ها انجام میدن این شعبده بازی ها خیلی مهیجه پرنده رو میکنن تو قفس باید قفس باز بکنن پرنده نه من از اونا ندیدم معمولا در حد همین نخود غیب کردن و اینا مثلا آره. آها از اون نخود اگه میندازی هوا میخوری؟ خیلی خوب ادامه میدیم بچه بحثمونو درباره خون تکونی و این داستان ها آره گفتیم که اولین تجربه اقتصادی رو بچه ها دارن در این ایام مثلا با مادرشون طی میکنن کنترلات برمیدارن مثلا یه کاری انجام بدن اولین مورد حقوقی رو پیدا میکنن یک طرف قرارداد مثلا که به اصطلاح پرداخت کننده این مسئله هست مثلا میاد میزن زیرش مثلا پول پرداخت نمیکنه اینا میرن شاکی میشن جای دیگه یکی دیگه هستش که بعضی از دوستان خدای نکه مورد داشتیم دیگه حالا بالاخره بوده آقا چیزی که هست که نمیتونیم بگیم نیستش که بزنیم بزنیم زیر نمیشه اینو مورد داشتیم که اولین تجربه اختلاس خودشون هم در همین روزای خون تکونی انجام داد وای 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 واقعا هم اینا هم مورد داشتیم که مثلا اومدن ته کردن راجع به یه کاری صحبت کردن بعد پیش پرداخت گرفتن بابت اون و یا کل مبلغ قرارداد از مامانشون گرفتن که مثلا به کمک کنه که بره نمیدونم چیکار کنه نه 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 عزیز من این شانس بود اینا زبون ندارم مگر از مورد ما میکشیدن بیرون نه 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 خن آره این مورد داشتیم که این کارو بچه بوده پیش پرداخت گرفته پول رو گرفته رفته همه رو خرج کرده همه رو داده بقالی همه رو لواشک خریده و نمیدونم ترشی و فلان این داستانا خورده رفته آقا بعد کارم انجام نداده حالا بیا و این اولین اختلاس عمرش انجام داده آره ریه ترشک میخره آره این ترشک و اینا خوبه ولی باید بچه یادتون باشه با پول حلال باید برین اینا رو بخرین بله حلال چیه اونم عیدیه دیگه بله یکم دندون و جگر بزنه یه 12 روز بگذره اولین عیدی که گرفتی برین لواشک بخرین نوش جونتون ولی کلاهبرداری نکنین بچه های گلم شوخی میکنم بندار جونم آنم. ما سفینه تکونی داریم سفینه تونم به تکونی آره آره سفینه بابام گفتن یه ذری فرمون اون چیز سفینه اون یه تکون بده تکون بده سفینه شون دیدم بچه سفینه تکونی میشه دیگه مامان تو هم شیلنگ میگیره همه کل سفینه رو قرار از اینجا شیلنگ بکشی شیلنگ آتش نشانی میگیشی خیلی خوش بکشی اونجا بکشیم اونجا آب نداریم آفرین فرور میریزه بالا بله خیلی بچه ها حالا دیگه وقت اون رسیده که اون قولی که بچه ها داده بودیم که اسماشون رو بخونیم قولمون رو عملی بکنیم بله بله یادتونه گفتم در طول هفته همه بچه ها اسماشون رو فرستادن گفتن تولدشونه یا مثلا خیلی از پدر مادر رو گفتن که مثلا این پسر ما این دختر ما خیلی بچه خوبیه لطفا اسمشون بخونید که تشویق بشه اینقدر مؤدب به کمک میکنه اینا همه هستن شما هم اگر به هر طریقی در طول هفته از طریق شماره تلگرام با ما در ارتباط بودید خوب گوشتون رو تیز کنید چشاتون رو باز تا بتونید این اسما رو ببینید و بشنوید شاید اسم شما عزیز دلم یکی از این اسما باشه معمولا ما اسمای کوچیکو میخونیم به اضافه شهری که ازش پیغام گذاشتین یا کشوری که ازش پیغام گذاشتید و اینکه چند سالتونه اگر اسمتون رو با اسم فامیل گذاشتید ما اسم فامیل رو معمولا نمیخونیم اگر اسمتون رو شنیدید خوشحال باشید که ما دوستتون داریم و اینطوری پیغاماتون رو جواب میدیم شاید اسم همه رو نتونیم همون موقع بخونیم چون
اسمشون خیلی خیلی زیاده، ولی سعی میکنم که پیغام ها رو بخونه. اگر اسمها آماده باشه من برم و اسم شما بچه های گل رو بخونم. آفتاب عزیز لطف میکنی که بری پیش دوستت مهتاب، ببین با آغوش باز تو رو پذیرایی میکنه تا اسمها بیاد و منم شروع کنم به خوندن اسمهای بچه ها. اول 95 آفتاب و مهتاب. بچه های گل این اسمهایی که میخونم دوستای برنامه آفتاب مهتاب هستن. آریا 11 ساله از رستم کلا، نسرین 11 ساله از ترج، مسلم ترج، عسل و امیر مهدی از چابکسر، ویان و هانا و هاجین و محمد امین، ستایش و رضا از علی گودرز، فاطمه و حسین، احسان و مهسا و پارسا و پریا، یاسین و بهزاد، محمد علی از 95، سنا خانوم از دشته ارژن، علی و احسان و محمد رسول از بوکان، پویا و پوریا از بانه، بنیامین تولد 5 سالگیش جشن گرفته، میلاد و امین و بنیامین و آریان از نقده، مهرسانا 2 ساله از کرج، تارا و تاها از علی گودرز، حسام کوچولو از زنجان، آریان و آریانا از اهواز، آتنا 3 ساله از کرج، محمد مهدی از کلاچای، آنیا از فت آباد سامیروم، الیسا 3 ساله از کرج، آیناز و آتوسا و الناز و ستاره از نجف آباد اصفهان، سهره از سرپل زهاب، معصومه از کرج، باران و بهار از باغملک، سنا 4 ساله از اسدآباد، علی و پارسا از سلمات، اریسا 5 ساله از بوکان، آدرینا 4 ساله، مهسا و امیر از شیراز، فاطمه از شهر بابک کرمان، رومینا و مارتین و اوین و الینا از عیسی‌آباد، پارسا 6 ساله از نطنز، علیرضا از شاهیندش، سامیار 3 ساله از فردیسکرات، باران 5 ساله نقاشی قشنگی فرستاده، آریان 11 ساله از کرج، آیناز و کوروش و ماندانا از شهر کرد، علی و مریم از ارومیه، احسان و مریم و زهرا و زهره دو قلو هستن، زهرا و زهره شنو، پریا و آیلا از ایران، تولد ایهان مبارک، اصلی از شهر زاغه، اصل کوچولو از اصفهان، مهدی 5 سال از گناوه، مهسا جون از ترکیه، اوگند از ایرجان، امیرعلی کوچولو از پاتر، احسان و زهرا و زهره و مریم افغان هستن ولی در اصفهان زندگی میکنن، پیغام دادن سوما از یاسوج، کارزان و آمانج از ایران، مبینا و پیمان از اسفراین، امیرعلی و نیلوفر از کلاردشت، شکیب و شیلان از کامیاران. امیرعلی هفته پیش تولد 4 سالگیش بوده، تولدت مبارک امیرعلی جان، تولدت مبارک. آرمیس 3 سال و نیمه از اصفهان، کیمیا و کامیار از اورامان کردستان، کامیار پسر خیلی خوب و با ادبی است، اینو مامانش گفته، نگار از تایباد، بشرا از مریوان، سنا و مهسا از تهران، اورا و ارشیا از اهواز، آینا 7 ساله از ایل قشقایی، حسین و فرزیان از لرستان، سلدا کوچولو تولدش مبارک از طرف دختر خاله پارمیدای عزیز، مرسی همه بچهای گل، خیلی دوستتون داریم، همه پیغاماتون رو خوندیم، با مهر و عشق هم اونا رو جواب دادیم، خیلی دوستتون داریم، همچنان با ما در ارتباط باشید. اینا اینم دارم واسهتون میریم که داشته باشیم قلب از خودشون در واقع. آره بچه عزیز، همچنان شما میتونید که به همین شماره‌ای که اینجا نوشته شده، شماره تلگرام برنامه 2357-96-35-9041 همینی که الان زیر نویس شد، شما میتونید بهبه میتونید عکس ها و ویدیوهای قشنگ و خوشگلتون رو واسه ما بفرستید، نقاشیاتون رو بفرستید، منتظر پیام های شما هستیم تا در طول هفته اونا رو جمع کنیم، هر جمعه پخش کنیم واسه تون که همه ببینن که چقدر شما هنرمند و خوشگل و قشنگید. میگم میخواستم بگم سلام، میگم جانم کل تلفنمون خراب خطمون، نمیدونم امروز یه اتفاقی مثل که برای خطمون افتاده، چون بچه‌ها زیادی فکر کنه هر هفته به ما زنگ میزنن. آره همه رو دوست دارم، همین فکر رو میکنم جانم، احتمالا این خط تو خرابه، شاید احتمال وجود داره،
بچه ها تاریخ میخوام تکرار برنامه رو به شما اعلام بکنیم که دوشنبه و چهارشنبه هست. اگر دوستان لطف کنن و زیر نویس کنن خوشحال میشیم. بله دوشنبه ها و چهارشنبه ها تکرار برنامه پخش میشه. دوشنبه ها ساعت 5 عصر به وقت ایران و چهارشنبه ها ساعت 8:30 صبح به وقت ایران برنامه پخش میشه. خیلی خوب، وقتی که برنامه تکرار پخش میشه شماره تلفنایی که برای برنامه وجود داره همشون باز و شما میتونید بهشون زنگ بزنید، ولی ما چون برنامه زنده نیست نمیتونیم جوابتون رو بدیم و به صورت خودکار وصل میشید به پیغامگیر. تعدادی از پیغامایی که شما بچه‌ها واسه ما فرستادید آماده پخشه. میخوایم بریم ببینیم وقتی تکرار پخش میشد و بچه‌ها به شماره تلفن ما زنگ زدن و گفتن بعد از شنیدن صدای بوگراسن پیغامتون رو بگذارید چه پیغامی گذاشتن. صدای شما. بریم ببینیم، بریم گوش کنیم. بریم گوش کنیم صدای شما رو. بریم آقا. یک دو سه. سلام، از برنامه شما خیلی خوشم میاد، لطفاً که جواب بدین. من میخواستم توی مسابقه چرخونکیتون شرکت کنم. من خیلی مسابقاتون رو دوست دارم. وقتی که این دختری که اومده جواب داد و بردش هم خیلی خوشم اومد. لطفاً جواب بدین دیگه، آخه من فردا وقت ندارم. سلام، من میخوام یه شعر برات بخونم. انار دونه دونه پلیس چه مهربونه، شب تا سحر بیداره چه کار سخت بیداره، صبح که میشه کجا میره، هی بالا و پای میره، هی بالا و پای میره، به فکر رفت اومده ماشین هست، به اون میگه برو بچپ، به اون میگه برو برس، راه میره و شوت میزنه به رفت اومده ماشین هست. خدافز. سلام، من پندار، من سایم، خیلی دوست دارم، ممنونم از شما پخش کردی. خداوند مهربان که آفریده جهان، از آسمان و دریا تا خشکی و جنگل ها، ما کودکان زیبا در همه جای دنیا، خورشید گرم و سوزان، ماه قشنگ و تابان، پدر و مادر عزیزم به پایم عشق میریزم، شکر از خدای خوبم که از تو هست وجودم. ما باید همیشه دعا کنیم برای پدر، مادر، خواهر، برادر، مادر بزرگ، اینا دعا کنیم و دوستانمون. سلام، من برنامه آفتاب مهتاب خیلی خیلی دوست دارم، ولی چون تازه نگاهش کردم نمیدونم چه شکلی باید فیلم بفرستم، برای همین میشه شما توضیح بدید که من چه دوری فیلم خودم رو بفرستم؟ خیلی برنامه شو تجری بگم، خیلی برنامه قشنگه، خیلی هم خوبه، من خیلی مجریشو خیلی خوبه دیگه، خیلی برنامه شو دوست دارم. خدا نگهدار. امون پندر، من شما رو خیلی دوست دارم، سربنفشم دوست دارم، ممنون. سلام، امون پندار، خیلی دوست دارم، من نازیلا هستم از سقف، خدا حافظ. هلو، میخواستم تو استودیو آفتاب مهتاب یه کارتون پخش بشه، ممنونم. سلام امون پندار، من برنامه آفتاب مهتاب خیلی دوست دارم، ولی هر چقدر زنگ میزنم میخوام تو مسابقاتون شرکت کنم نمیشه، جوابمو نمیدین. خدافظ.
خیلی دوست دارم شبکتون رو و اینکه آرزو میکنم همیشه همه مردم دچار بد زندگی نیفتن. با تشکر، خدا نگهدار. مرسی مرسی، خیلی هم صداهای خوبی بود، لذت بردیم از شنیدن صدای شما. دقیقا همونطوری که عرض کردم، وقتی که برنامه تکراره، این پیغامگیر ما وقتی که شما شماره رو بگیرید و برسید به پیغامگیر، من به شما میگه که لطفا بعد از شنیدن صدای بوق پیغامتون رو بگذارید و اون موقع دیگه ضبط آماده است، ضبط کردن صدای شماست و این پیغام هم از همون هست. زیاد بود ولی تعدادش انتخاب کردیم. یه بار دیگه همینو بگیم که وقتی که صداشو ضبط میشه دلیل نمیشه کسی جواب بده. آره. باید فقط صداتون رو ضبط بکنیم پخش کنیم. آفرین. نمیشه که آخه. یه سلامی هم بکنیم به سنا کوچولو عزیز از اسدآباد که داره برنامه رو میبینه. سلام سنا جونم. سلام سلام. ببینید بچه ها، ما خیلی وقت نداریم، بهتره که بریم زود عکس های بچه ها رو ببینیم، قسمت دومشو، چون میترسم هی صحبت کنیم بعد وقت نشه عکس ها رو پخش کنیم دیگه شرمندهشون بشیم. عکس ها رو ببینیم و برمیگردیم باز با شما یکم صحبت میکنیم و جمع‌بندی برنامه امروز و یه مورد خیلی خطرناک که در این موقع خونتکونی و ترتمیز کردن این اتفاق میفته، راجع به اون مورد خطرناک صحبت میکنیم که خیلی حواستون بهشون باشه که این اشتباه رو انجام ندید، خیلی مهمه. حتما. بله بله بله. خب کی موافقه بریم عکسای بچه‌ها رو ببینیم قسمت بله. شما منم که موافقم دیگه، بریم ببینیم دیگه. آقا بریم قسمت دوم عکسای بچه‌ها ببینیم. بله بله.
پنجا قجر میرخزی حالا چرا خوشحالی شما آیا دیگه خونه تکونیشو تموم شده آفتاری چرا خوشحالین برای اینکه عید نوروز داره میاد همه اینا رو گفتیم آماده میشیم که عید بیاد بچه ها عید نوروز بیاد و یک سال جدید بهار جدید خیلی خوشحال و خوشخندون بریم چی سال جدید رو آغاز بکنیم جما یا آهنگ قشنگم بعد برای عید بزن من بلستم بابا بود؟ آره از اینا بود بریم یک دو یه موردی که از خیلی وقت نداریم قول داده بودم مورد خطرناک رو بگم که خیلی حواستون بهش باشه بچه عزیز مهندسی شیمی نکنید در ایام خانه تکانی مورد داشتیم که این کار آفرین یعنی چی مورد داشتیم که این کار انجام شده مادرای عزیز 5-6 مدل مواد شوینده رو با هم قاطی کردن ریختن کلا یه محلول جدید درست کردن کاشیا توش حل میشه میرسن به سیمان آره دیدم من دارم میگم باور کن رنگ کاشی ها دیگه گذشت که عوض بشه چلکو اینا برن بعد یه کار دیگه میکنن خطرناکتر از اون این محلوله که یعنی مثلا شما رو هر جا بچکونی تا عمق 200 متر سوراخ میکنه نه با آب جوش میریزن میشورن که قشنگ بهمیز بشه نه بابا مگه داریم آره داشتیم که دیگه مگه میشه بچه عزیز خطرناکتر هم میشه وقتی که این مواد رو قاطی میکنی خاصیتاشون عوض میشه یه ممکنه که خیلی اثرای بدی روی دست سیستم تنفسی و روی این داستانا بزنن حتی مشکل پوستی ایجاد میکنن دستکش ذوب کرده باور کن من یه چیز درست کردم دستکش ذوب شده تشت سوراخ شده ایوا وقتی هم که شما با آب جوش میان از این محلول استفاده میکنید بخار میشه آب قشنگ آماده میشه که بره بشینه تو جونتون همین تمام این دستگاه تنفس و همه رو آره اون توی داخل اعماق ته میره و اینجوری میشه همه رو ذوب میکنه کلا خیلی دقت خطرناکه بابا آره بچه های گلم برنامه دیگه چیزه چقدر دیگه مونده وقتمون تموم بشه دو دقیقه این دو دقیقه بزن از شما خواهش بکنم که حتما حتما پدر مادراتون رو در این ایام خون تکونی و به اصطلاح تمیز کردن بچ آفرین بیان پیش من کمکشون کنید بهشون یاری بکنید آفرین حداقل کاری که شما میتونید بکنید بچه عزیز اینه که حداقل اتاق خودتون رو تمیز بکنید بله تو گوش من رو تمیز نکن نه من میرم همون میشورم میگم پندار جون جانم منم خدافیزی کنم بعد بعدش میرم سفینه تکونی کنم آفرین آفرین که شما این کارو میکنید این خدا چند مورد هست که در این زمینه صحبت کرده همین که گفته تمیز باشین چرا که جایی که زندگی میکنیم اگر تمیز نباشه بدنهای ما مریض میشه خدا گفته که باید مواظب بدنهاتون باشید امانت ترتمیز و سالم به شما تحویل دادم شما هم باید سالم نگرش دارید این یک دو دیگه گفته به پدر مادرتون احترام بذارید و وقتی که از شما خواهش میکنن که میگن کمکم کن که بیا مثلا حداقل اتاق خودتو جمع و جور کنیم یا یه کار دیگه انجام بدیم حتما این کار انجام بدید اینکه حتما توقع نداشته باشید که در ازای دریافت چیزی پدر مادر کمک بکنید وظیفه ماست که بهشون کمک بکنید چرا اونا مگه وظیفه شونه که بیان همش به ما سرویس بدن بابا گناه دارن قصده میشن این بابا پدر مادر بله آره باید ما هم بهشون کمک کنیم جانم با خودم چی کنیم من چرا هی بر میداری وقت خدا و حافظیه گردی شکن داریم فقط یا نه دیگه اینقدر بولکی نباش یه کمی به معنویات فکر کن اینقدر مادیات در نظر نگی بچه ها وقت خداحافظیه ها آفرین وقت خداحافظیه بچه های گل تکرار برنامه رو حتما ببینید دوشنبه ساعت 5 از چهارشنبه 8:30 صبح منتظر دریافت ویدیوها عکس و پیغام های شما از طریق تلگرام هستیم وعده دیدار ما جمعه هفته دیگه ساعت 1 به وقت ایران تا هفته دیگه خدا نگهدار همه شما خدا حافظ میشه همینجا باشه ما باشه